اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک انزلناه حکما عربیا و لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا واق. بحث در این آیه کریمه در دو مقام خلاصه می شد. مقام اول راجع به صدر آیه بود که قرآن را به عنوان اینکه حکم عربی است و به عنوان حکم عربی نازل شده است بیان فرمود که از لحاظ محتوا حکمت است و حکم و از لحاظ لفظ عربی است. به مقام ثانی این بود که اگر احواء افراد غیر معتقد به وحی قبول بشود بعد از اینکه وحی آسمانی به عنوان علم قطعی رسیده است، اون چنون عذابی از خدای سبحان مقرر می شود که هیچ ولایتی و هیچ حراستی نصیب کسی که دست به این کار زده است نمی شود. مقام ثانی خطاب به وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا واق. اگر این اطاعت اتبعیت تبعیت عملی باشد خطاب به همه خواهد بود و می شود گفت که ظاهر خطاب متوجه حضرت است و محتوای خطاب متوجه امت. اگر احوا و امیال اونها این بود که رسول خدا بعضی از مقررات وحی را تغییر بدهد یا تبدیل بکند، این خطاب لفظاً و معناً متوجه حضرت است، نمی شود گفت از باب ایاک اعنی و اسمعی نازل شده است، زیرا این پیشنهاد را به غیر حضرت نمی دادن. به غیر حضرت نمی گفتن شما این مواد قانونی را این آیات را عوض کنید، یک وحی دیگر یا قرآن دیگر بیاورید. و قرآن کریم هم این تهدید را اعلام کرد که هر کس وحی خدا را بخواهد کم و زیاد کند هرگز از عذاب الهی نمی رهد و خدای سبحان به او مهلت هم نهاد داد. این تغییر وحی و افتراء بر خدا یک گناهی نیست نظیر دیگر گناهان که فقط در قیامت کیفر داده بشود، نه در دنیا و در قیامت کیفر داده خواهد شد. سر این که مشرکین و همچنین بعضی از اهل کتاب پیشنهاد تغییر و تبدیل را به حضرت می دادن یا مائل بودن که حضرت بعضی از مواد قانونی قرآن کریم را عوض کند، این بود که هم خودشون دست به این خلاف می زدن، هم از احبار و رهبانهای یهود این کار را سراغ داشتند، هم خودشون آیات الهی را تحریف می‌کردن، هم دیده بودن که علمای یهود با گرفتن یک رشوه دست به این کار می‌زنن، وحی را تغییر می‌دهن. اون چه که خود می‌کردن یا از دیگر علما و احبار و رهبانان یهود سراغ داشتن همون را پیشنهاد می دادن. و این تنها درباره قرآن کریم نبود، نسبت به انبیای دیگر هم مسئله افترا را به عنوان تهمت نسبت می دادن. بله، دیگران را که آیات دیگر به سراحه مخاطب قرار داد،
اما این گناه گناهی نیست که از دیگران بر بیاد. دیگری که به عنوان یک فرد ساده از امت به حساب می آید، این نمی تواند بگد اوهی الیه کذا و کذا. او نمی تواند قرآن را عوض کند، اون وحی نازل شده را کتمان کند یا وحی نازل نشده را به عنوان افترا به خدای سبحان نسبت بدهد. گناه یک گناهی است که مخصوص انبیاست و اونها منزهن و دست به همچه گناهی نمیزنند. ولا اصل پیروی عملی مال هم است. اونهاش که بله، اما فریه درست است، اما افترا یعنی چیزی را به حساب وحی آوردن، یعنی انسان بگوید اوهی الیه انه کذا و کذا، این را یک فرد عادی نمیتواند بگوید مگر اینکه ادعای نبوت کند مثل مسیلمه و مانند آن. بله، این اطاعت عملی تبعیت عملی منهی انهاست برای همه، تبعیت عملی. اما پذیرش پیشنهاد اونها که در سوره یونس آمده بود اعتنا به قرآن غیر هازا او بدلهو، این پیشنهاد را به افراد عادی که نمی دادن که، و این کاری نبود که افراد عادی هم بتوانن انجام بدن. اصل این عمل که دست به تحریف می زدن از مردم عادی بعید نبود، هم خودشون این کار می کردن هم از علمای یهود سراغ داشتن. در سوره بقره آیه 75 و 79 این است: افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید که اینها ایمان بیارن؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. شما طمع دارید اینا ایمان بیارن در حالی که اینها وحی را شنیدن فهمیدن معذاره تحریف کردن. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. این کار منافقانه منافقین است. اونگاه در آیه 79: فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. وای به حال کسانی که یک سلسله مطالب را می نویسند و به حساب وحی می آورند، می گوین این وحی خداست. فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، سخن خود را می نویسند، کلام خود را می نویسند، به خدا نسبت می دن. ثم یقولون هذا من عند الله، منظورشون چیست؟ منظورشون فراهم کردن ثمن قلیل است. ثمن قلیل نه یعنی مال کم، چون دنیا قلیل است، اگر همه دنیا را هم می گرفتن کم بود، قل متاع دنیا قلیل. اگر به اینها همه این کوههای طلا را هم می دادن باز اینها فما ربحت تجارتهم، چون قل متاع دنیا قلیل. چیزی که رفتنی است و از بین رفتنی است کمه، و چیزی که با جان آدم ارتباط ندارد کمه، چیزی که بیرون از ذات آدم است و فقط در یک تماس عرضی انسان از او لذت میبرد، این متاع قلیل است. قل متاع الدنیا قلیل. اینها اگر همه دنیا را هم میگرفتن باز قلیل بود، چه این که اون رشوه های سنگینی هم که گرفتن خدای سبحان از اون مالها به عنوان مال قلیل یاد میکند. لیشترو بهی سمنن قلیل، که این لام عاقبت است، یعنی پایان کارشون اینه که اون متاع آسمانی را فروختن، یعنی دین را فروختن، بهای اندک گرفت. ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی سمنن قلیل
فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبو. پس این کار رو میکردن، خودشون این کار رو میکردن، از علمای یهود هم سراغ داشتن. اون رو در سوره مائده بیان میکنه. در سوره مائده آیه 41 به بعد این است: فرمود عده‌ای که در محضر تو میآیند برای این هست که خلاصه خبر را بفهمند و گزارش بدن، نه برای اینکه از وحی چیزی با خبر بشوند. و من الذین هادو سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. اینها میان جاسوسانه شرکت میکنن تا حرفها را ببرن به کسانی که در مجلس حضور نداشتن برسن. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. بعد از اینکه مواضع این کلام روشن شد که این کلمات باید در کجا قرار بگیرد، اینها رو تحریف میکردن، تغییر میدادن، جاهای اینها رو عوض میکردن. اون وحی الهی را که در تورات و انجیل بود جابجا میکردن، بعد به دیگران میدادن، میگفتن این اساره وحی موسی و عیسی است، این را ببرید در مجلس پیامبر اسلام، اگر برابر این سخن گفت نظر داد قبول کنید، اگر مخالف این نظر داد رد کنید. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. آنگاه به ارباب رجوع میدادند، میگفتند یقولون این اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. میگفتن برید در مجلس مسلمین، اگر رهبر اسلامی حرفی برابر این نوشته زد بپذیری، اگر مخالف این گفت نپذیری. یقولون این اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. آنگاه فرمود و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اونها که دست به تحریف وحی الهی میزنن دل اینها پاک نیست، خدا اون توفیق را نداد که اینها دلشون رو تطهیر کنن، قهرن دل آلوده است. وقتی دل آلوده شد، تعبیر قرآن کریم در مورد دیگر این است که شما چیزی به احبار و رهبان یهود ندهید، لتدلو بها الالحکام، که تدلو بها الالحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس. این در سوره نساء یا آل عمران است. فرمود اگر اونها این چنینن که دلشون طاهر نیست، شما کاری نکنید که مالی به اونها بدید تا ادلاع کنید، به وسیله ادلاع مقدار مال حرام گیرتون بیاد. تعبیر ادلاع درباره رشوه به این مناسبت است که فرمود به تدلو بها الالحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس. در اونجا که فرمود لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، در اون مضمون این بیان را هم دارد که به حاکمان، به احبار و علماء یهود و مانند اونها مالی ندید که ادلاع کنید. ادلاع الغاء و دلو فی البئر است. وقتی انسان دلو را در چاه می اندازد می گوین ادلا دلو. ادلاع الغاء دلو در بئر. در قرآن کریم فرمود اینها که رشوه بگیرن قلبشون آلوده است. در اون آیه فرمود شما این دلوها را درون این چاه نکنید که یه مش لجن گیرتون بیاد. بله، سوره مبارکه بقره آیه 188: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مالتون را نه به باطل به دست بیارید نه به باطل صرف کنید. و تدلو بها الالحکامه، که این تدلو عطف است بر تأکلو، لذا مجزوم شد به لای ناهیه و نونش حذف شد. و تدلو یعنی لا تدلو بها، یعنی به این اموال الالحکام.
لتأکلوا فریقا من اموال الناس، مبادا ادلا بکنید تا یه مشت مال مردم گیرتون بیاد. این مال مردم که به وسیله ادلا گیرتون آمد، چیزی به حاکم یا والی رشوه دادی، مثل آن است یک دلوی رو انداختی تو چاه، یه مشت لجن در آمد و شما خیال میکنید این ماله. بگذارید در این چاه پوشیده باشه که بوش مردم آزار نکنه تا یوم القیامه معلوم بشه که این چه بوی بدی داشت. فرمود این دل را نندازید تو این چاه، چیزی گیرتون نمیاد. معلوم میشود کسی که در درونش این کار است، یک چاهی بیش نیست. الان سر این چاه پوشیده است، وقتی مرد سر این چاه باز می شود، اونگاه معلوم می شود بوی عالم بی عمل چه می کند. جهنمی ها را هم می رنجوند، چون در جهنم جهنمی ها هم متعزین از بوی عالم بی عمل. در آیه محل بحث سوره مائده فرمود اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا اون توفیق را نداد که دلهای اینها را تطهیر کنه، پس دل اینها تطهیر شده نیست. در سوره بقره فرمود شما یک مشت مال را به وسیله اینا نگیری. شما اگه یه قدری مال دادید، مثل دلویست که تو چاه فرو کردی، این کنیف منزل، این چاه فاضلاب، این چاه آلوده، این یه مشت لجن تو دلوتون میریزی، چیز دیگه نیست. اگر در همون بیان مبارک هست امیر سلام الله علیه که فرمود ترق تارق، من دیدم شبانه کسی آمد و یه چیزی هم کنار لباسش بسته به من نشون داد و بعد فهمیدم چیزی به همراه آورده، گفتم یا صله است یا صدقه است یا زکات است، اینا که ما نمیرسه. و اگر منظور دیگری داری، یعنی خلاصه اگر صله و صدقه و زکات و امثال ذالک نیست، لابد رشوه است، اگر منظور دیگری داری ام خبتون، تو آدم دیوانه ای. اونگاه فرمو اون چه که به همراه توست از این حلوا شیرین، مثل آن است که افعی یه غذایی رو بخوره غی بکنه، غی کرده یه افعی را کسی به صورت خمیر در بیاره. هیچ آدم عاقلی مگر غی کرده افعی رو میخوره؟ این باطن اون عمل دیگه. این طوریست که حضرت معاذ الله شاعرانه اغراق گفته باشد که کلام معصوم که منزه از قول شعریه، که این باطن عمل حرام و مال حرام همینه دیگه، چیز دیگه نیست. که اومد اگه کسی با این مال ارتزاق کرد میشود یک کنیف، میشه چاه. اگر کنیف شد دیگری آمد چیزی از او خواست، مثل اینکه یک دلوی انداخت تو کنیف. خب اگر دیسان ادلاع کنه دلو بذاره در یک چای فاضلاب، خب چی در میاد؟ مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که فرشتگان که اعمال عباد را می نویسند، اون اعمال ظاهره را می بینند و می نویسند، اون نیتها و اعمال درونی را که انسان انجام نداد او را از کجا می فهمند تا بنویسند؟ این ظاهرن در روزه کافی است، این جلد هشتم از این هشت جلد کافی شریف است. اگر در جلد دوم نباشد در جلد هشتم است، به نام روزه کافی. حضرت فرمود آیا بوی روزه و بوی کنیف یکسان است؟ روزه یعنی باغ. فرمود مگر نان است که اگر شما عبور میکنید یه بوی خوبی به مشام شما رسید، میفهمید اینجا باغ است و گل و ریحان دارد، و اگر عبور کردید بوی بدی به شام شما رسید، میفهمید اینجا کنیف است و چاه است. مگر انسان با بو نمیتواند بفهمد کجا باغ است و کجا کنیف؟ از کد چرا؟ فرمود با بو فرشته ها میفهمند که این شخص در درونش باغ است یا کنیف. سبحان الله تعالی. اینه که در این کریمه فرمود شما مواظب باشید اگر یه چیزی به عنوان رشوه دادید، یه دل لجن گیرتون میاد. بگذارید اون چاه سرش پوشیده باشه، شما متعزی نشوید تا یه روزی که بالاخره اسرار یوم تبل از سرائر دیگه، این اسرار میره کنار، روشن میشود، تا اون روز معلوم بشه که کی خوشبوست و کی بدبو.
در اینجا اگر در سوره مائده فرمود لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، به دنبالش هم فرمود لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرت عذاب عظیم، در سوره بقره فرمود بگی شما ادلا نکنی، دل نندازی تو این چاه. اینا اینجوری هم اونگاه در همین سوره مائده که فرمود اینها احکام الهی رو تغییر میدن، بعد به دیگران میگوین که اگر برابر با این احکام رهبر اسلامی چیزی گفت قبول کنید و الا نه. پس تحریف و تغییر ما انزل الله در حد عمل هم سیره منافقین بود، هم از احبار و رهبان اهل کتاب دیده بودن. اونگاه میان پیشنهاد میدن که شما این رو عوض کنید، آیات تغییر بدید. این کار بود می کردن و این کار بود سابقه دار. گفتن اوه اتناب قرآن غیر هازا او بدل هو، که در سونه یونس بود. اگر مشرکین در باره دین یه سلسله کارهای میکردن به دست همون احبار و روحبان یهود بود دیگه. اونگاه در همین سوره مائده آیه 43 این است که و کیفه یو حکمونکه و اندهم تورات و فیها حکم الله، تو را حکم قرار بیدن در حالی که تورات پیش ایشناست، حکم خودم تو تورات بیان شده. اینا به محکمه تو مراجعه میکنن به امید اینکه یک حکم دلپسند اونها صادر کنی. و اندهم تورات و فیها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك بما اولئك بالمؤمنين. اونگاه در همین سوره مائده آیه 49 که در بحث دیروز اشاره شد، خدای سبحان رسولش را هشدار میدهد که بدان اینا اینجورن، اینها حاضرن وحی الهی را عوض کنن تا به اون مطامع برسن. ولا تتبع اهواءهم وحذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله، بپرهیز که مبادا یه وقتی معاذ الله پایت را بلغزانن بعضی از وحی را کم و زیاد کنی. این هشدار است پیامبر. وحذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُسِيبَهُمْ بَبَعْزِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اونگاه اصل این کار را به عنوان یک خطر قطعی به پیامبر گوشزد کرد. پیامبرم به امت گفت، گفت به این که من اهل فریه بستن نیستم، چون من میدانم که فریه بستن به خدا چه کیفر نابخشودنی در پیش دارم. اونو در سوره احقاف بیان کرده. در سوره احقاف این چنین فرمود آیه 8 و 9 ام یقولون افتراهو، اینا گفتن به این که تو این آیاتی که نازل کردی از خودت آوردی، افترا بستی به خدا معاذ الله، یعنی سخنان خود را به عنوان کلام الله بر مردم تحمیل کردی. ام یقولون افتراهو قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا، اگر من دست به این کار می زدم مستحق یک عذابی بودم که از هیچ کدام شما قدرت حمایت ساختنم. این همون مالک من الله من ولی ولا واقع است، این همون مالک من الله من ولی ولا نصیر است. فرمود من اگر دست به یک همچه کاری می زدم مستحق عذابی می شدم که از احدی از شما حمایت ساخته نبود، چون من می دونم این مسئله وحی و دین امری نیست که خدای سبحان در باره او به عنوان مهلت می دیم تا اینکه چند سباهی بگذرد بلکه توبه کند، اینجور نیست. و اگر کسی چیزی را به نام دین به مردم رسوند، تنها یک جای قرآن است که خدای سبحان اون لطف و رحمت خاصه خود را عرضه می کند، می فرماید من خودم توبه او را قبول می کنم
اما در صورتی که تابو و اصلهو و بینو فاولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، اون کارم کار بسیار سختی است که اگر کسی یک مسئله خلافی را گفت اون شهامت را داشته باشد به مردم بگوید مردم یا من نفهمیدم یا شیطان مرا اغوا کرد و عمدن خلاف گفتم. اون کار هر کسی نیست. اون شهامت که انسان بگوید من نفهمیدم در طول تاریخ شاید قرنها بگذرد تا یه عالمی پیدا بشود اینجور بر نفسش مسلط بشود، اون مقدور همه نیست. لذا قرآن کریم فرمود اگر کسی حکمی را برخلاف گفت بعد هم تابو و اصلهو و بینو، هم توبه عملی کرد هم وظایف فردیش را انجام داد هم اصلاح کرد اون چرا که قبلا فاسد کرد هم به مردم رسوند به بیان کرد، تو اولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، اینجاست که توبه را به خود نسبت میده. در بقیه موارد ان الله هو التواب الرحیم و یقبل توبتا عباده و یاخذ الصدقات و امثال ذلک است. تنها اینجاست که فرمود من بر اونها توبه میکنم، تائبم یعنی رجوع میکنم بینا اولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. البته کاری به این دشواری کم اتفاق میافتد که انسان به مردم بگوید من نفهمیده بودم. تا اونجا که ممکن است و زنده است سعی میکند حرفاش توجیه کنه. اینه که جهاد نفس میشود جهاد اکبر. این در این سوره احقاف رسول خدا فرمود از طرف خدای سبحان مأمور شد که این چنین بگوید قل ان افتریته، اگر من افترا بستم میدانم چه بلایی به سر من میآید و میدانم که از هیچ کدام شما ساخته نیست اون روز از من حمایت کنید. فلا تملکون لی من الله شیئا، چه میکنید شما برای من؟ فلا تملکون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیزون فی کفا بهی شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. بنابراین اون چه که خدای سبحان به عنوان تهدید فرمود ولئن اتبعت اهواءه من بعد ما جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا واق، همون بیان را در سوره احقاف رسولش میگوید که اگر من افترا ببندم فلا تملکون لی من الله شیئا. و این معنا همون طوری که در همین سوره احقاف آیه 9 این چنینه که قل ما کنت بدعا من الرسل، من یک پیامبر بی سابقه نیستم، پیامبر نوظهور نیستم، قبل از من انبیایی آمدند و این سنتی الهی بود که رسالت را برای هدایت مردم ذخیره کند. انبیای دیگر هم همین حرف می زدن. به نوح گفتن تو افترا بستی، گفت من اگه افترا می بستم فعلیه اجرامی، من اگه مجرم باشم این جرم من علیه من است، از هیچ کدام شما حمایت ساخته نیست. اون رو در سوره هود بیان فرمود. آیه 35 سوره هود فرمود ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و اليه ترجعون ام يقولون افترى قل ان افتريته فعلي اجرامي و انا بريء مما تجرمو. اگر این تتمه جریان نوح سلام الله علیه باشد گفته اوست، و اگر مربوط به حضرت رسول باشد که همان مطلب است. این ام منقطع است به معنای بل، ام یقولونه یعنی بل یقولون، حرفشون اینه که اینها تو افترا بستی. ام یقولون افتراهو یعنی بل یقولونه. قل ان افتریتهو فعلی اجرامی، این تو نیست که عفو بشود یا از احدی از شما شفاعت و نصرت و ولایت ساخته باشد من از عذاب برهم، این چنین که نیست. و آدم عاقل دست به این کار نمیزند، دست به کاری بزند که عذابش قطعی
و ولایت و نصرت و حمایتش هم مقطوع العدم. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون. بنابراین این چنین نیست که از تغییر وحی خدای سبحان بگذرد. و این پیشنهادها را به حضرت میدادن قهرن و لن تبعت احواهم، مستقیما خطاب متوجه حضرت است. پس این طور نیست که از باب ایاک اعنی و اسمعی باشد. اگر روایاتی دارد که قرآن به ایاک اعنی نازل شده است، این درباره اون مسائلی است که یا جهات مشترک هست یا مخصوص امت است. اما درباره مسائلی که مخصوص خود حضرت است، دیگران اصلا مطرح نیستن، چگونه تهدید متوجه دیگران خواهد شد؟ جمله‌ای در طی بحث دیروز مونده بود در همون سوره اسراء که خدای سبحان سخت تهدید کرده بود رسولش را، فرمود لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، آیه 75 سوره اسراء، اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدو لک علینا نصیرا. تو اگر دست به همچه کاری میزدی، یعنی نزدیک بود که میل کم پیدا کنی به طرف این گروه پیشنهاد دهنده تحریف، لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر عذاب دنیا، دو برابر عذاب آخرت. چون کسی که در محیط وحی است اگر خلاف بکند عذابش دوشندان است، چون که اگر وفاق بکند ثواب او دوشندان. در سوره احزاب به اهل بیت حضرت می فرماد به این که لستن که عهد من النساء نتقیتن، اگر راه ثواب رفتید پاداشتون دو برابر و اگر راه خلاف را طی کردید کیفرتون دو برابر. شما یک حساب شخصی دارید، یک حساب دارید که حیثیت بیت وحی را باید حفظ بکنید. این حیثیت بیت وحی را خود حضرت هم باید حفظ میکرد و اعضای خانواده او هم باید حفظ میکردن. در باره خود حضرت همین آیه سوره اسراء که فرمود لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، در باره اعضای خانوادگی رسول اکرم در سوره احزاب این چنین فرمود، آیه 30 سوره احزاب، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیر. در طرف فضیلت هم، و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، زیرا انسان تنها یک بعد شخصی ندارد، اگه به یک بیتی بسته بود باید حرمت اون بیت را هم حفظ بکند. اینها که وابسته به بیت وحی و رسالت بودن، اگر کار خیر انجام می دادن هم حرمت بیت وحی محفوظ بود، هم وظیفه شخصی را امتثال می کردن، و اگر کار خلاف انجام می دادن هم معصیت شخصی مرتکب شدن هم حرمت بیت وحی را رعایت نکردن. این حد که حرمت بیت وحی باعث عذاب مجدد است. این خاندان و این بیت باید به عظمت محفوظ باشد، چه مسئول اصلی این بیت که رسول خداست، چه اعضای این خانواده. وحی باید از هر گزندی مسئول باشد. در اونجا فرمود اذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، در اینجا به اعضای خانواده‌اش فرمود شما مگر معصیت کردید یضاعف لها العذاب مرتین. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.